هزار و یک شب. چون شب 601 برآمد، گفت ای ملک جوانبخت، چون به منزل برسید، بازرگانزاده به سوی او برخاسته، او را در آغوش کشید و دست و پای او را بوسید. دختر از خوبرویی پسر مدهوش و در جمال او خیره بماند. عجوز چون حال دخترک را مشاهده کرد به او گفت، ای دختر، بیم مدار و هراس مکن که من در نزد تو نشستم و ساعتی از تو جدا نخواهم شد و این پسر تو را لایق است و تو شایسته این پسری. آنگاه دختر در غایت شرمساری بنشست و پیوسته بازرگانزاده با او ملاعبت می کرد و او را می خندانید و به اشعار و حکایات مشغولش می داشت، تا اینکه دختر را دل بگشود و انبساطش روی داده خوردنی بخورد و نوشیدنی بنوشید. چون از باده سرگرم شد، عود گرفته همی زد، ولی در جمال پسر حیران بود. پسر چون این حالت از او بدید، نخورده مست گردید. آنگاه عجوز از نزد ایشان بیرون رفت و بامداد باز آمد و با دخترک خوشمنظر گفت، دوش بر تو چگونه گذشت؟ گفت، از فضل و احسان تو خوشوقت بودم. عجوز گفت، برخیز تا به نزد مادر شوی. بازرگانزاده چون این سخن بشنید، 100 دینار زر به عجوز داده به او گفت، این ماه روی را یک شب دیگر نیز در نزد من بگذار. عجوز زرها گرفته از نزد ایشان به در آمد و در نزد مادر دختر رفته به او گفت، دخترت تو را سلام می رساند و مادر عروس او را سوگند داد که امشب نیز در نزد عروس به سر برد. مادر دختر جواب داد، ای خواهر، سلام مرا به دختر برسان و بگو اگر از ماندن در آن مکان مسرور و خوشبخت است، باکی نیست. امشب را نیز در آن مکان بخسبد تا اینکه خاطرش خوشنود شود و دلش بگشاید و هر وقت که خود میخواهد به خانه بازگردد که من از ملالت او همی ترسم. عجوز با مادر دختر هر روز یک گونه حیلت می باخت، تا اینکه 7 روز دختر را در آنجا نگاه داشت و همه روزه از پسر 100 دینار زر می گره. چون 7 روز به انجام رسید، مادر دختر گفت، ای خواهر، همین ساعت دختر مرا به خانه بازگردان که مدت غیبتش دیر کشید و مرا خاطر به تشویش اندر است. در حال عجوز خشمناک بیرون رفت و در حالتی که بازرگانزاده در خوابگاه خفته بود، دختر را بیرون آورده نزد مادر رسانی. مادر از لقای او فرحناک شد و به او گفت، ای دختر، دلم از برای تو در تشویش بود و بدان سبب با خواهر خیش به تندی سخن گفتم و او از من دلازرده گشت. دخترک با مادر گفت، برخیز و دست و پای او را ببوس که در این چند روز او مرا به جای خدمتکار بود و اگر آنچه که گفتم نکنی دختر تو نخواهم بود. فلفور مادر دختر برخواسته دست و پای عجوز ببوسی.
و اما بازرگان زاده چون از خواب مستی بیدار شد، دخترک را به خوابگاه اندر نیافت، ولیکن از اینکه به کام خود رسیده مسرور و خوشبخت بود که ناگاه عجوز در آمد و او را سلام داده به او گفت: ای فرزند، کارهای مرا چگونه دیدی؟ پسر گفت: تدبیر تو نیکوست و حیلت تو تمام است. پس عجوز گفت: ای فرزند، بیا تا آنچه فاسد کرده ایم به اصلاح بیاوریم و این دختر را به شوهر خود رد کنیم که سبب طلاق او ما بوده ایم. بازرگانزاده گفت: هر چه گویی همان کنم. عجوز گفت: به دکان همان بازرگان رفته در نزد او بنشین و من از آنجا خواهم گذشت. چون مرا ببینی به سرعت برخیز و مرا گرفته دشنامم ده و مرا بترسان و به سوی دکان کشیده مقنعه از من بخواه و به بازرگان بگو: ای خواجه، مقنعه ای که از تو به 50 دینار گرفته بودم، زن من او را بر سر کرده، گوشه او سوخته بود و من مقنعه بدین عجوز دادم که او را به رفوگر دهد و عجوز از آن روز که مقنعه گرفته ناپدید گشته و من او را هرگز ندیدم. بازرگانزاده گفت: هر چه گفتی چنان کنم. در حال برخواسته به دکان بازرگان رفت و در نزد او بنشست. ساعتی نرفته بود که عجوز صبح در دست تسبیح گویان از دکان بگذشت. بازرگانزاده چون او را بدید از دکان برخواسته او را بگرفت و دشنامش داد و او به نرمی سخن میگفت و میگفت: ای فرزند، تو معذوری. بازاریان بر ایشان گرد آمدند و سبب منازعت باز پرسیدند. آن جوان گفت: ای قوم، من از این بازرگان مقنعه‌ای به 50 دینار خریدم و زن من آن را ساعتی پوشیده در کنار آتش بنشست. شرری به مقنعه افتاده، یک گوشه آن بسوخت. او را به این عجوز دادم که به کسی دهد که او را رفو نماید و به ما رد کند. از آن وقت تا کنون عجوز را ندیدم. عجوز گفت: راست میگوید. من مقنعه از او گرفته به خانه هایی که مرا عادت بود رفتم و در یکی از آن خانه ها مقنعه فراموش کرده بر جای گذاشتم و نمیدانم که در کجا گذاشتم. چون من فقیر و بیچیز بودم، از بیم رسوایی خود را به این جوان ننمودم و نزد او نرفتم. عجوز این مقالات همی گفت و آن بازرگان را گوش به سخنان ایشان بود. چون قصه بدینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. قصه گو شهرزاد فتوحی، تنظیم مجتبی میرسمیعی.